سلام، به برنامه نگاه سیاسی روز خوش آمدید. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بسیاری از زنان با انگیزه امید تغییر در شرایط نابسامان 8 سال گذشته در انتخابات شرکت کردند و با پیروز شدن آقای روحانی دریچه امید برای تغییر و برون رفت از بحران کنونی برای بسیاری از فعالان امور زنان گشوده شد. این روزها اما امیدواران دیروز میگویند که عدم حضور زنان در پست وزارت همراهی با روند عدم توازن و تبادل قدرت سیاسی میان زن و مرد به شمار می آید. اگرچه در کابینه روحانی به نسبت وزرای دولت گذشته تغییرات قابل توجهی دیده می شود و بسیاری از وزرا از میان نیروهای خواهان اصلاح و تغییر انتخاب شده اند، اما تمامی مطالبه روزهای انتخابات برآورده نشده است. منتقدان بر این باورند که جامعه مرد سالار ایدئال آن است که اکثر زنان را در قلمرو خصوصی نگه دارد و رفتار ایشان را کنترل کند. از این رو حضور زنان در ساختار سیاسی و در مدیریت‌های کلان کشور یکی از راه‌هایی است که این کنترل را برهم می‌زند و مقاومت در برابر نظام مرد سالاری را شکل می‌دهد. شاید به همین دلیل است که حضور زنان در پست‌های اجرایی و سیاسی در ساختار قدرت عموماً یا پررنگ نیست و یا با مخالفت نیروهای افراطی مذهبی روبرو می‌شود. افرادی که به طرق گوناگون و از تریبون‌های مختلف حضور زنان در رده‌های بالای سیاسی را منع می‌کنند، چرا که از آن می‌هراسند. همین چرخه اعمال قدرت می تواند این مسئله را نیز روشن کند که چرا در سیاست مرد سالار ایران حضور زنان کمرنگ است و چرا سیاستمداران به محض رسیدن به قدرت تمایل دارند زنان را از دایره قدرت خود حذف کنند و آنان را دوباره به نیروهای دست دوم و یا حاشیه اجتماع تنزل دهند. حتی اگر برای قضاوت درباره عملکرد دولت جدید در حوزه زنان هنوز زود باشد، اما دولت برای پاسخی روشن در این باره وقت زیادی ندارد، زیرا جامعه برای یافتن نشانه هایی از توجه دولت به خواسته هایش چندان شکیبا به نظر نمی رسد و قضاوت منفیش می تواند به پشتوانه دولت در نیمی از جمعیت جامعه جوان ایرانی لطمه وارد کند.